سلام دوستان، خسته نباشید. خب امروز ما در مورد مالکیت یا جنیتیو میخواییم صحبت بکنیم. اگه یادتون باشه در بخش اول شروع درسامون ما توی حالاتی که صحبت داشتیم در ژنتیک میگفتیم در تبدیل میشه به دس داس دس دی در دی پلورال در. خب مقصود چیه؟ ما با توجه به شناختی که از اینا داریم، یعنی تغییر در واقع ژنتیکی هر اسمی، میتونیم اینجوری برخورد بکنیم که مثلا در فارسی ما میگیم پسر دکتر. این ای که اینجا داریم، پسر در واقع همزه‌ای که ما الان میگیم، باید در آلمانی هم به این صورت استفاده بکنیم. خب ما اگه در نظر بگیریم که دکتر در آرس باشه و پسر در زون باشه، پسر دکتر چی میشه اون وقت؟ میشه در زون دس آرتس. این در آرتس که در واقع دس آرتس شده، پسر دکتر در آلمانی. میرسیم به نمونه های دیگه. مثلا ما میگیم مادر بچه کتاب داره. خب مادر بچه دی موتا. بچه چی بود؟ داس کیند. دی موتا دس کیند hat ein Buch. خب از این شد مادر بچه. این متدس کیند hat ein Buch. اما تو این درس ما یه چیزی داریم تحت عنوان در واقع حروف تعریف نامعین. اگر بخوایم بگیم مادر یک بچه ای، دی موتا اینس کیند، یعنی که بخوام بگم که کتاب خانوم آنجاست، دس بوخ در فراو ایست دا. Das Buch der Frau. چرا دی در حالت مالکیت در میشه؟ اما یه مثال دیگه بزنیم. خب اینو در واقع میتونید Das Buch einer Frau ist da. یا اینکه بگی کلماتی، مثل یادتونه ما در واقع میگفتیم بعضی از لغات خودشون ذاتی دارن که ما باید اونا رو در نظر بگیریم، یکیش داتیوه، یکیش اکوزاتیوه. توی این درس ما تروتس رو داریم، یعنی با وجوده، با وجود این که تروتس این ژنتیویه، ژنتیو
یعنی شما هرگاه این رو ببینید باید مالکیت رو رعایت بکنید. مثلا من میگم trotz der Probleme, trotz der Probleme gehe ich ins Kino. با وجود مشکلات من سینما رو میرم. من میرم سینما. trotz وقتی اومده دی پرابلمه طبیعتا باید باشه در پرابلمه. trotz در پرابلمه این با وجود مشکله، یعنی مالکیت با وجود مشکل. خب حالا اینها رو ما توی بخش کتابمون میبینیم که مثلا در شده دس، میتونیم بگیم اینس، همچنین برای داس، برای دی اینر، برای پلورال هم همین. اینها رو ما در موقعیت ژنتیو میتونیم استفاده بکنیم. دوستان خیلی ساده بود، ما قبلا هم اینو داشتیم. البته شما از این مالکیت ها در بخش ریدمیکل ها بیشتر از فون استفاده میکنیم که قبلا هم توضیح داده شده، مثل دست او ایست فون میه، کتاب منه. دست او فون در فراو، کتاب خانوم، که میدونیم این رو فور هم میتونیم استفاده کنیم. بنابراین اینها رو تو بخش محاوره‌ای ما میتونیم به این صورت بگیم، اما بیشتر توی کتابت، توی ادبیات نوشتاری از اون ژنتیوی که عنوان شده استفاده میکنیم. خب امیدوارم که درس سختی نبوده باشه براتون. تا البته میدونیم که ما اینجا دیگه در واقع به اینس اینس رو تموم کردیم. انشالله با هم میریم به قسمت به سوی اینس سوی. تا بعد خدا نگهدار.